و موفقان که در چنین شرایطی همزمان وزیر محترم و غیر محترم رفاه با افتخار میگه که امسال افزایش حقوق کارگرا زیر خط تورم خواهد بود، درسته؟ و ما اون اشتباه عبدالملکی تکرار نخواهیم کرد. و از طرف دیگه همگان از بالا تا پایین نظام و حتی میگم امثال آقای رائفی پور به میدان آمدن که کاری کنن که دلار گران شه. من حالا میگم بدون رو درواسی میگم هیچ گونه خصومتی هم با کسی ندارم، از آقای رائفی پور هم سه بار تقریبا دعوت شدش که بیام مناظره کنن و بیام بگن، چون اگر بعد از عید که ما تقریبا ایمان داریم که اگر این وضع و این نیرویی که به میدان آوردن اگر بتونه پروژه‌ای که گرفته رو عملی کنه، دلار در وهله اول به 70 تومان و بعد از اونم بالاتر خواهد رفت و این بلافاصله در سبد معیشتی و در قدرت خرید مردم عادی خودش رو نشون خواهد داد. و این به این کارگر داره میگه که وضعت بهتر نمیشه، طبقه بندی مشاغل نداری، حقوقت با تورم بالا نخواهد رفت. و همزمان هم یک شوک تورمی دیگه در اردیبهشت ماه امسال به کمک کسانی که مثلا قراره به خودشون میگن انقلابی و غیره قراره به تحمیل شه. از هفت جهت داری فشارش میدی و بعد به شکلی مناتو وارد میشه، ایران اینترنشنال وارد میشه، میگه که کارگران اعتصاب، همه چیز دیگه خرابه و این وضعیتی که ما برای خودمون در اینجا ساختیم و ما حالا خوشحالیم که به شکلی چشممون رو به غزه دوختیم. خب این رو اگر در اینجا نبینیم واقعا اشتباه تکنیکی جدی است. ببینید در مورد صحبتی که وزیر کار آقای مرتضوی کردن، خب من با عرض شرمندگی مجبورم یه سابقه از خودم بگم. من از دولت اول آقای خاتمی، حسین کمالی وزیر کار بود، من خبرنگار کارگری بودم تو رسانه‌های مختلف و پیگیری می‌کردم همه وزرا رو تا امروز. ببینید ما وزیر پرت و پلا و بی سواد و داغون کم نداشتیم وزیر کار. معمولا کلا وزارت کار جاییه که چون حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشه شد، به هر حال منبع اقتصادی بزرگ و بی حساب کتابیه و در واقع لونه زنبور جناح‌های سیاسیه. هیچ وقت وزیر مثلا کاربلد دلسوز کارگران ما اونجا نمیبینیم. ولی این آقای مرتضوی واقعا پدیده منحصر به فردیه در بین همه اون وزرای قبلی که من در جایگاه خبرنگار پیگیرشون بودم. ببینید در واقع وزیر کار رو انجام نمیده، وظیفه سخنگوی اتاق بازرگانی رو اومده انجام میده. یعنی اینکه حتی دقت نمی‌کنه که وقتی میگه که دستمزد کارگرها باعث تورم شده، خب این خلاف اون چیزیه که دستگاه‌های دیگه دولتی اومدن اعلام کردن بر اساس آمار و ارقام و در واقع تحقیقات جدی‌تر. و با این وجود ایشون خیلی جدی تو دوربین زل میزنه و یه همچین حرف عجیبی رو میزنه که واقعا در جایگاه یک دلال و یک در واقع عضو اتاق بازرگانی قابل پذیرشه تا در جایگاه یک وزیر کار. و این نشون میده که ما در حال حاضر در چه وضعیت با عرض تأسف بهقرایی به سر میبریم. جالب است، من خیلی خوشحالم که از بین حداقل دوستانی که ما داریم در اینجا از نقد خیلی جدی بهش شد و حال تو تایملاین به شکلی بچه‌های انقلابی و غیره هم در داخل مفصل مقابل این قضیه ایستادن و این خیلی خوب، این حداقل اتفاق امیدوار کننده ایه که به اسم این که دولت رئیسیه اصلا مالکشی همه اجزاش نه، برای اینکه دولت رئیسی کسایی داره که وزیر 1000 میلیارد تومانی داره و به شکلی امثال این رو داره که به کارگره میگه که اصلا انگار داره تحریک میکنه که به کارگره میگه میخوام گشنت کنم بیا تو خیابون. برای ما اسم برنامه رو گذاشتیم چه کسی کارگران رو به خیابون کشانده؟ نه رهبران کارگری، نه چه میدونم بی بی سی، نه کسی کشانده، حالا میرسیم بهش. خب کسایی هستن که در داخل سیستم هستن، انگار عم دارن. اون اولین کارگری که صحبت کرد گفت ما رو تحریک کرد مدیر، تحریکمون کرد، بهمون گفت بی‌شرف، فوش داد، گفت هیچی بهتون نمیدم، برین هر غلطی خواستین، تحریکمون کرد که بیایم وسط خیابون. عده‌ای عمد دارن که قضیه امنیتی کنن. چرا؟ نه این کار نفوذی هستن، چون فکر اگه امنیتی شه بعد نیروی امنیتی میاد با چماق با دستگیری میبنده و اون مدیره خرشن خیالش راحت میشه، درسته؟ و همین کار سندیکایی کردن، کار سنفی کردن، حق طلبی و عدالت خواهی در این کشور مثل راه رفتن روی لبه شمشیره و کار هیجانی نمیخواد. برای همین که اون بچه هایی که به اسم عدالت خواهی و سود زنی فقط میمدن وضعیت رو شلوغ میکردن به دردش این کاری نمیخورن. اون کسایی هم که مدعی چپ بودن و سوسیالیست بودن هیچ وقت در این وضعیت هیچ وقت در تمام 20 سال گذشته تمام چپ سکمن با صراحت میگم
چپ های داخل ایران یک دونشون به یک وضعیت واقعی کارگری کمک نکردن، خب و خود کارگرا هستن که دارن به خودشون کمک میکنن، نه هیچ کس دیگر. چون یک کاری که شما همه جوانب در نظر بگیرید، مواظب باشی که اون مدیر موفق نشه که بره مثلا چه هم سازمان اطلاعات سپاه یا اطلاعات استان رو ورداره بیاره اینجا، نتونه امنیتی کنه، منتون نتونه سوء استفاده کنه، همزمان بتونی حقت رو بگی، همزمان بری یه نماینده مجلسی که سالم باشه پیدا کنی و غیره و غیره و بسیار پیچیده است. مثل جراحی و این وسط یک دفعه ایده‌ای که هیچی نمیدونن مسئله کارگری ایران خودشون میزن وسط. خب بریم ادامه این بحث رو ببینیم که بسیار بحث جالبی بودش. و فقط یه چیز به ما بگیم، قرارداد مستقیم چیه؟ ببینید قرارداد مستقیم یعنی کارگر به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد میبنده. از بین 3000 کارگر فولاد 1000 نفرشون کارگر پیمانکاری هستند که با واسطه با کارفرما قرارداد میبندن، به واسطه شرکت پیمانکاری به اسم شفق. بسیار خوب. حالا ماجرای پیمانکارا هم که ما داریم دیگه، بالاخره یک عده‌ای هستن که دلال هستن، کارو اینها میکنن، زحمت رو اینا میکشن، شیفت ماهی 300 ساعت و اینا برمی‌دارن که در 40 سالگی قیافش میشه 60 ساله است، در 50 سالگی قیافش میشه 70 ساله است، ولی یه شرکت پیمانکاری که معلومه از کجا اومده دلالیشو میگیره خب و به شکلی اون همه کار است که یک از خواسته های همه کارگری که ما باشون حرف زدیم در تمام نقاط مختلف ایران حذف پیمانکارانه، حذف پیمانکارانه. فقط دارم کار میکنم، هیچ کاری هم نمیتونم، هیچ عنوان شغلی هم برام در نظر نمیگیره، همینی که هست، میخوای باش میخوای نباش. این طبقه بندی که الان صحبتش هست همکاراتون معترضن، مشمول شما هم میشه؟ باید مشمول قانونه، چه فرق میکنه؟ باید که بشه، الان چیزی که تصویب شده برج ده باید همه ما دیگه تبدیل وضعیت بشیم، تمام شرکت ها اکسین که چند روز پیش نامش زد، از سال گذشته همه داره نامه میزنن انجام میدن تبدیل وضعیت داره، فقط برومیدی شامل نشده، فقط این ماییم که صدامون به جایی نمیرسه، هر سال هم بدتر سال گذشته میشه. آه خط کلام، اگر منو استخدام کرده شرکت همونطور که من تعهد دارم نسبت به شرکت، شرکتم به من تعهد داره، ختم کلامو میخوام بگم، اگر سود ده نیست به من ارتباطی نداره، به من کارگر ارتباطی نداره که بیاد بگه آقا من به من مثلا من سود ده. آقا اگر سود ده نیست من ارتباطی نداره، قانون به من گفته اینقدر، قانون گفته به من اینقدر، اگر سود ده نیست تو باید یه جن تدبیری بیاندیشی که سود ده بشود، نه این که من تاوان بدم. چرا تاوان شما هم باید بدم؟ اصلا این کجای قانونه؟ کی با مثلا من خودم الان من که قرار دادیم دارم 300 خورده ساعت، اونا دارم بند خدا 400 ساعت دارن در ما کار میکنم، زندگیمون کجا؟ اصلا فرض کن میخوایم شغل دوم بریم، آقا توانش هم داریم، سرمایهش هم داریم، بریم شغل دوم، کسی که 400 ساعت در ماه اینجاست کدوم شغل دو دیگه؟ ما یعنی مثلا یه شهر چقدر اسنپ میخواد؟ من نمیدونم، همه ماشاءالله اسنپ، هم مهندس گرفته تا کارگر تا شفقی همه دارن اسنپ کار میکنن. خیلی از اینایی هم که الان این جمعیت تمام شرکت نیستن باطن اینکه رفتن یه دغمنان یه لقمنون که معلوم نیست که حقوق بگیرن، اگر اینجا باید 3000 نفر آدم اینقدر غیرت دارم برای نون زن بچه‌شون بیان اینجا، خیلی ها رفتن سر کار به خاطر یه لقمه نون که معلوم نیست که حقوق بگیرن. خیلی برف جالبه، میگه 300 ساعت وقتی کار میکنی که شغل دومت چی میتونه باشه؟ ولی 300 ساعت چون بخیر بعد قانون کار میگه 40 تا 45 ساعت در هفته، درسته؟ بله در ماهش میشه 200 خورده دیگه، 200 خورده ساعت دیگه، درسته؟ 300 تا 400 ساعت واقعا شبیه قرن 19 همه. بریم مصاحبه بعدی رو ببینیم. پیمانکاری که خب قرارداد چیزم ندارید، سفت و محکم ندارید، امنیت شغلی مناسبی هم ندارید، یعنی ممکنی که به راحتی اخراج بشید با تمدید نشدن قرارداد. این 6 روزی که اعتراض کردید چطور به شما و همکاراتون گذشت؟ ما الان از سال 99 استخدام شدیم، پرسنل شفق بالای 1000 نفر الان با حداقل حقوق حداقل آیتما رو به ما میدن. 1000 نفر شفق؟ 1000 نفر، بالای 1000 نفریم الان، چیزی که ما شما پرسنل میگیم بالای 1000 نفریم، حداقل ها رو دارن به ما میدن، نه عنوان شغلی داریم نه امنیت شغلی داریم، برای اعتراضات همیشه میگن شما شفقین، برای هر چیزی که ما صحبت میکنیم پرسنل شفقین شما، حتی ما تعمیرات انجام میدن پرسنل دیگه بهشون لباس میدن به ما چون شفقی هستیم نمیدن، یعنی همه چی ما حداقل ها، همه چی تبعیضه، همه چی به قول معروف
الان سالیان سال بچه‌ها دیگه اذیت شدن خانواده. ما در ما 30 روز کاری داریم، 15 روز هم باید اضافه کار بزنیم حداقل حقوق بگیم. میدونن زندگی بیرون سازمان هم نداریم، یعنی وجود نداره زندگی بیرون سازمان نداریم. اینجا نه کیفیت اینجا داریم، نه کیفیت بیرون سازمان داریم، نه حقوق دریافته خوبی داریم که بعد بتونیم استفاده کنیم. از کارمون هم کار سخته. خدا شاهده الان ما همه پرسنل شفق یه سری مشکلات براشون پیش اومده. با پرسنل قراردادی که همه مشکل دارن، اونجا کارمون سنگینه و پرسنل شفق هم داخل یه چند سالی هم که حضور دارن کار، همشون مشکلات براشون پیش اومده. هیچ کس هم جوابگوی ما نیست. الان چند سالی هیچ کس جوابگوی ما نیست، هیچ اعتراضی نمیتونیم کنیم. هیچ کارگر فرق نمیکنه که الان چند ساله داره نیرو با لیسانس فوق لیسانس استخدام میکنه، هیچ آیتمی هم براشون تعیین نمیکنه که آیتم باشه، انگیزه داشته باشن، پیشرفت کاری داشته باشن، برن یه چهار دوره علمی تیک کنن، باز پیشرفت کنن تو کار. هیچی وجود نداره برای پرسنل شفق. یعنی انگیزه ای برای اصلا انگیزه ای وجود نداره. میگم پرسنل دیگه هر روز ناامیدتر میشه. هیچ اعتراضی هم نمیتونیم. ما الان قراردادمون سه ماه است، تموم میشه بعد میریم امضا میکنیم. هیچ برگی از قراردادم به ما نمیدن، حتی اجازه نمیدن عکس بگیریم ازش. بعد امضا کن صرفا فقط امضا. یعنی قرارداد گذشته رو شما؟ بله، قرارداد سه ماه که میگذره بعد به ما میاد امضا. هیچ به ما نمیدن. ببخشید، این شاهکاره ها، یعنی اصلا من کاری به این که الان دستمزد پایین، تورم بالاست و غیره ندارم، ولی اصلا این شاهکاره و این واقعا یعنی ضد انقلاب. ضد انقلاب کجا میخوام بگم؟ انقلاب ایران که یکی از پاهاش کارگران صنعتی بودن، خب نه حلبی آبادی ها و غیره، حلبی آبادی ها و اون جنس مستضعفی که در تلویزیون نشون میدن اونا اتفاقا سر انقلاب نبودن. این در تحقیقات جدی جامعه شناسی هست، از جمله آصف بیات. خب بعد از اینکه انقلاب پیروز شد اونها تازه مثلا امام گفتش که ما آب و برق مجانی میکنیم، اونها تازه سرشون گفتن که چون ساواک در مناطق خوشنشین تهران گفته بود که اگر اینا بیان میخوان به شکلی زمینهای شما میگن غصبیه تو شریعت مخالفه میخوان بگیرن، اینا خیلی با انقلاب و با امام و اینا خوب نبودن. خب ولی کارگر صنعتی موتور انقلاب بود، از اعتصاب به شکلی ساعت نفت گرفته تا بقیه. خب و برای همین هم هستش که در سالها جنگ در این کشور اتفاق افتاد تا اینکه قانون کار بیاد بیرون. قانون کار واقعا به همونقدر اهمیت داشتش که اون موشک ها و قدرت نظامی ایران اهمیت داشت. قانون کار دستاورد انقلاب 57، قانون کار دستاورد جنگه. خب در 8 سال جنگ کارگرها جنگیدن و نظام بهشون اون رو داد. تو خیلی کشورهای دیگه هم هست، تو انگلیسش قوانین کار و قوانین سوشال ولفر یا رفاه اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم داده شد. کارگرها رفتن جنگیدن، دست دادن، پا دادن، کشته شدن تو جنگل‌های نازی‌ها. حکومتشون گفت اوکی ما بعد از به شما اینو میدیم که دیگه قیام نکنید و شما جنگیدین دیگه، این کشور مال شما، ما از سهمتون از این کشور بهتون میدیم. خانه مجانی، دانشگاه مجانی، بهداشت مجانی، سه چیزی که دولت انگلیس بعد از سال 1945 به بعد دولت لیبر و کارگر داد. و شما میای قانون کارو طوری از بین میبری که طرف در دوره برده‌داریه، رفته کار کرده، بعد از سه ماه تازه بهش برگه میده، میگه که این قانون، این چیه، این قراردادت دست خودمه، چون همه قوانینش مال اگه شیطونی کنی من اینو میبرم پیش پلیس، میبرم پیش دادگاه، میگم این کارو کردی ولی تو نمیتونی از من شکایت کنی. رابطه قشنگ رابطه یک طرفه است، ارباب و رعیت. حاجی ارباب رعیتی که انقلاب 57 نمیخواست که، حتی شاهش هم که مزدور خارجی بود سال 1342 ارباب رعیتی به اون شکل رو برداشت با انقلاب دروغین سفیده. شما از سال 1342 پایین‌تر رفتی، شما قبل از 1342 رفتی، یعنی قبل از انقلاب به ظاهر سفید شاه رفتی. قشنگ سیستم فئودالی و سیستم ارباب رعیتی درست کردی، چون کارگر اگه قرارداد می‌بنده دو تا نسخه داره، یه نسخه دست کارگر، یه نسخه دست کارفرماست. کارگر میتونه از کارفرما شکایت کنه، کارفرما از کارگر میتونه شکایت کنه و اخراج کنه. مگه داریم که قرارداد سفید باشه فقط کارفرما بتونه به شکلی کارگر رو بیرون کنه، اخراج کنه و ازش شکایت کنه؟ و این نشون میده که ما جای درستی وای نستادیم. خب این جای درستی نیستش. سال 68 در این کشور قانون کار پس از رفت و برگشت های بسیار انجام شد و شما میخواین نقطه پیدا کنین همینجا، میخواین راه واسه اصلاح پیدا کنین همینجا، ببینین کی با قانون کار مخالفه. شعار این نماینده مجلس و اون نماینده مجلس و من بیام به مستضعفین کمک کنم، همین احمدی نژادش که
ما هم در جدال باش صحبت کردیم، همین آقای احمدی نژاد ببین چند تا از بنده قانون کار رو زیر پا گذاشت، ببین چند تا از بنده قانون کار رو زیر پا گذاشت، همین آقای رئیسی از سالی که اومده ببین که چقدر قانون کار رو ضعیف‌تر کرده، حسن روحانی که حداقل ادعایی هم نداشتش، حسن روحانی به جنگ قانون کار اومده بود، همونطور که پدر خلفش آقای هاشمی رفسنجانی برای نابودی قانون کار اومده بود، اونا که ادعایی نداشتن که، ولی این کسایی که به اسم مستضعف و اینها اومدن سید محرومان هم همونقدر به قانون کار اینها ضربه زدن و این چیزی که در ذهن این کارگرها میمونه. خب برای همین انتخابات بعدی نزدیکه آقای رئیسی، انتخابات بعدی نزدیکه و اینها از اینها طلب رأی نداشته باش، خب چون در خاطرشون هست که در 1400 تا 1404 چه اتفاقی افتاده، خب قشنگ در خاطرشون هستش. این چند نفری که اخراج شدن کارتاشون رو برداشتن، بود 30 نفر 28 نفر، اینا شفق بودن یا کارگرای شرکت؟ نه پس این شفق که جرأت میکنن داخل اعتراضات برن یا حرف بزنن، اینا این چیزا هم که ما داریم صحبت میکنیم خواسته سنفی داریم شده ممکن عواقب داشته باشه، داریم کسی صحبت نمیکنن، اصلا نمیذارن که صحبت داخل اعتراض باشه. پس تو این 6 روز اعتراضات به شما سخت‌تر گذشته؟ بله به ما سخت‌تر گذشته، در سنن هم همش حضور داشتن، ولی از گذشته همیشه کجدار مریض میترسن، همه میترسن چون امنیت شغلی نداریم اصلا. بعد اصلا ما میخوام ببینیم ماهیت وجود شفق چیه، این شرکتی داخل شرکت دیگه، یعنی پیمانکار نیست از بیرون شرکت اومده، ماهیتش چیه؟ خود شرکت داره حقوق ما رو میده، بعد یک کورسانتی برداشته میشه شرکتی داخل خود شرکت، اصلا ما ماهیت وجود شفق نمیدونیم، پرسنل تامین نیست. اون شرکت هم تبدیل وضعیت شدن، نام هم خورده، مجلس هم تصویب کرده، رو به تمام شرکت تبدیل وضعیت شد دیگه، الان برجده باید امان شورا نگهبان هم تایید کرد، باید امان بشه دیگه، حالا بالا 4 سال، مثلا بالا 1 سال دلیل نداره، من خودم 7 سال، بالا 1 سال، هم 1 سال هم باید شروع کنم به قرار دادی کردن، تبدیل وضعیت کردن، ما کار کردیم دیگه، همین رو خواهیم شد، دیگه امنیت شغلی میخواهیم. الان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 11 اردیبهشت که روز کارگر در ایران هست برای کارگران سخنرانی کرد و مهمترین نکته‌ای که روش اشاره کرد لزوم امنیت شغلی برای کارگرانه، درست آیه محمد ولی؟ بله دقیقا نکته ای که آقای خامنه ای بارها و بارها در این سخنرانی بهش اشاره کرد، سخنرانی سال گذشته شما امنیت شغلیه، خب حالا شما مدعی انقلاب و غیره هستید نمیخواد برید غزه، من تعداد ایمیل هایی که دریافت کردم که ما چگونه بریم غزه بجنگیم خیلی زیاده، خب سخن آقای خامنه ای که بر اساس گزارش هایی که بهش میدن که میدونه که عدم امنیت شغلی برای کارگران چی میشه، خب و اینا دارن میگن آقا اون پیمانکاری که آقای پیمانکاری شفق داره خون ما رو میکشه و داره دلالیشو میگیره نمیذاره ما امنیت شغلی داشته باشیم، شما مدعی انقلاب هستید، مدعی دفاع از نظام هستید، مدعی ولایی بودن هستید، مدعی عدالت خواه بودن هستید، مدعی اسلام شیعه هستید، مدعی هر چی که هستید، حالا ما مدعی این چیزا نیستیم خب، ولی مدعی اینو هستیم، بعد اینجا وایسی ببین که این امنیت شغلی رو دقیقاً برخلاف سخنان رهبر انقلابم هست رو چه کسی داره از این کارگرا میگیره، خط کشی ها مشخصه، چشم ها رو باز کنید، چه کسی داره کاری میکنه که کارگران صبح که میرن سر کار ندونن که شبش سر کار هستن بعد از 5 سال سابقه یا هنوز نیستن و با یه خیلی ساده بیرونشون میکنه. چرا این بیرون کردن مهمه؟ تو معدن تزره ما دیدیم کارگره میگفتش که اینجا بوی کربن مونوکسید میاد، من ممکنه خفشم، از ترس اینکه اخراج نشه اعتراض نمیکرد، از ترس اینکه اخراج نشه، چون قرارداد موقت بود، کارگر پیمانی بود، اخراج اعتراض نمیکرد. و اینه، یعنی شما داری انسان بی حق میسازی، انسانی که مقابل رئیس فولاد اهواز جرأت حرف زدن نداشته باشه، مقابل اسرائیل و آمریکا مسلما جرأت حرف زدن نداشته باشه، انسانی که نتونه در محل خودش با ظلم با به شکلی نابرابری بیسته، چرا ازش توقع داشته باشی مقابل ظلم جهانی بیسته، مقابل ظلم در اسرائیل بیسته، مقابل ظلم در اروپا بیسته؟ شما باید انسان‌های آزاده‌ای بسازی که در اینجا آزاده هستن و با تا تای خط میان در نبرد فردا با اسرائیل، پس فردا با مقابل آمریکا و غیره، و این دو تا به هم دیگه کاملا وصله. و پیکارگر پیمان یعنی انسان بی صدا، انسان بی زبان، انسانی که هیچ حقی برای خودش قائل نیست و انسان سرخورده ترسیده وحشت زده ای که آسیبی راسته میاد سرش رو میزنه پایین، قربان هر چی شما بفرمایید من برم تو زیر زمین، گاز هست نیستش، کار خوبه هوا بده، هر چی شما بگی من حق اعتراض برای خودم قائل نیستم، من مثل یک برده کار میکنم.